سلام، به مجمع خبر این ساعت از کانال خبر رسان با من ناز حسن یار خوش آمدید. در نخست سر خط خبرها، خلیلزاد میگوید لجاجت غنی برای ماندن در قدرت سبب شد که طالبان بر افغانستان مسلط شوند. تسلط طالبان بر افغانستان، صالح میگوید خلیلزاد طراح این نیرنگ بود. چین برای تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان پایگاه نظامی میسازد. طالبان میگوید جامعه جهانی باید از آمریکا بخواهد که تحریم هایش را لغو کند. و طالبان میگوید داعش قادر به تهدید منطقه از خاک افغانستان نیست. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید لجاجت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای ماندن در قدرت سبب شد تا گروه طالبان بر این کشور مسلط شود. زلمه خلیلزاد این موضوع را روز گذشته چهارشنبه 5 عقرب در یک کنفرانس مجازی در مرکز تحقیقی بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی مطرح کرده است. او همچنین گفته که خودخواهی نخبگان افغان هم در سقوط افغانستان به دست طالبان مؤثر بوده است. آقای خلیلزاد افزوده است که عدم تمایل نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان و سرکوب این گروه سقوط این کشور را به دست طالبان تصریح کرد. از سوی همو تاکید کرده است که آمریکا در تلاش استقرار یک حکومت موقت در افغانستان بوده. با گفته نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، کشورش می‌خواست تا طرف‌های افغان از طریق مذاکره روی تشکیل این حکومت به موافقه برسد. همچنین زلمه خلیلزاد در بخش از صحبت‌هایش تاکید کرده است که اکنون آمریکا با طالبان تعامل قوی دیپلماتیک دارد. او ضمن حمایت از این روابط گفته که پالیسی آمریکا در مورد افغانستان گروگان یک بحث ناگهانی شده است که می‌تواند منافع آمریکا را متضرر کند. نیروهای گروه طالبان در تاریخ 24 اسد پس از فرار اشرف غنی از افغانستان وارد کابل و سپس ارگ ریاست جمهور شدند. طالبان همچنین در 16 سنبل کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. بعد از سقوط افغانستان، زلمه خلیلزاد که مذاکرات با گروه طالبان را رهبری می‌کرد هم گفته بود که فرار محمد اشرف غنی سبب شد تا روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور مختل شود. و افزوده بود که ساعات قبل از فرار اشرف غنی از افغانستان و ورود نیروهای گروه طالبان به کابل، طرف‌ها روی ادامه کار او به عنوان رئیس جمهور تا رسیدن به یک توافق در مورد حکومت آینده به توافق رسیده بودند. به دنبال اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد عوامل سقوط کشور و نسبت دادن آن با خودخواهی چهره‌های سیاسی افغانستان، امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین میگوید که خلیلزاد طراح یک نیرنگ بزرگ بود. امرالله صالح امروز پنجشنبه 6 عقرب در توییت گفته است که زلمه خلیلزاد جمهوریت را از نظر استراتژیک مثل یک گوسفند قربانی میدید و تا لحظه ذبح از آن مراقبت میکرد. و همچنین گفته است که صحبت‌های خلیلزاد باید تعفن این شکست یعنی سقوط افغانستان را از بین نمیبرد. زلمه خلیلزاد روز گذشته چهارشنبه 5 عقرب در یک کنفرانس مجازی گفته بود که خودخواهی سیاسیون افغان یکی از مواردی بوده که سبب شده افغانستان به دست طالبان سقوط کند. او همچنین گفته بود که لجاجت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای ماندن در قدرت سبب شد تا گروه طالبان بر این کشور مسلط شود. نیروهای گروه طالبان در تاریخ 24 اسد پس از فرار اشرف غنی از افغانستان وارد کابل و سپس ارگ ریاست جمهور شدند. طالبان همچنین در 16 سنبل کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. مقام های دولت تاجیکستان میگویند که چین برای پلیس این کشور یک پایگاه به هزینه 8.5 میلیون دلار در نزدیکی مرز افغانستان میسازد. یک سخنگوی پارلمان تاجیکستان امروز پنجشنبه 6 عقرب به خبرگزاری فرانسه گفته که مجلس نمایندگان این کشور طرح ساخت این پایگاه را در منطقه اشکاشم در ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان تصویب کرده است. به گفته او تمام ساخت و ساز این پایگاه نظامی از سوی دولت چین تامین میشود. این سخنگوی پارلمان تاجیکستان افزوده است که پلیس این کشور و این پایگاه پس از ساخت آن منتقل می شوند. اما وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
مقام‌های دولت تاجیکستان در حال از ایجاد این پایگاه خبر می‌دهد که این کشور و سایر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی بارها از احتمال نفوذ شبه نظامیان اسلام‌گرا به این کشورها در آسیای میانه ابراز نگرانی کرده است. کشورهای عضو این پیمان و رهبری روسیه یک رزمایش بزرگ نظامی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان چند روز پیش برگزار کردند. در این رزمایش نظامی که 6 روز ادامه یافت، بیش از 5000 سرباز روس و کشورهای دیگر این بلوک امنیتی شرکت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند روز قبل از آن گفته بود که برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان به کشورهای شوروی سابق نظارت خود را بیشتر میکند. طالبان میگوید جامعه جهانی باید از آمریکا بخواهد که تحریم‌هایش را لغو کند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در دیدارش با نمایندگان خاص 14 کشور گفته است که طالبان همه گام‌ها برای به رسمیت شناخته شدن را عملی کرده است. او همچنان تاکید کرده است که جامعه جهانی باید از آمریکا بخواهد که ذخایر ارزی بانک مرکزی را بعد از رسی مردم افغانستان قرار دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان با نشر رشته توییتی گفته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این موضوع را شام روز چهارشنبه 5 عقرب در دوحه با نمایندگان 14 کشور که بیشترشان کشورهای اروپایی بوده مطرح کرده است. مجاهد تصریح کرده است که در این دیدار درباره حکومت جدید اسلامی، تامین امنیت، روابط با جامعه جهانی، وضعیت اقتصادی، تحریم‌های وضع شده بر افغانستان و مبارزه با فساد بحث شده است. در توییت مجاهد آمده است که امیرخان متقی از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان پس از 40 سال صاحب یک نظام حاکم شده و جامعه جهانی باید به صورت مشترک از ایالات متحده آمریکا بخواهد که تحریم‌های وضع شده را لغو کند. او همچنین افزوده است که طالبان تمام شرایط‌ها را برای به رسمیت شناخته شدن عملی کردند و از این رو جهان باید آنان را به رسمیت بشناسد. طالبان در حال بر رهایی پول‌های مسدود تاکید کردند که مردم با فقر شدید مواجهند. با سقوط حکومت پیشین شمار زیاد شهروندان کارهایشان را از دست دادند و اکنون با گرسنگی روبرو شدند. بیشتر نهادهای کمک رسان هشدار داده بودند که اگر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فراهم نشوند ممکن است فاجعه انسانی رخ دهد. و در اخیر طالبان میگوید داعش قادر به تهدید منطقه از خاک افغانستان نیست. یکی از سران ارشد طالبان به کشورهای منطقه افغانستان اطمینان داد که از خاک این کشور توسط داعش علیه هیچ کشوری تهدید صورت نخواهد گرفت. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان گفت که اعضای این گروه نه تنها داعش بلکه هر گروهی را که بخواهد منطقه را ناامن کند از بین خواهند برد و در این کار مصمم و جدی هستند. پیش از این معاون وزیر دفاع آمریکا گفته بود که آنها به توانایی طالبان در سرکوب داعش و القاعده مشکوک هستند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شده است. توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا نگهدار.